در ادامه جنگ و جدال باندهای حکومتی بر سر ترکیب کابینه پزشکیان، کیهان خامنه‌ای درباره سمت جدید جواد ظریف نوشت: مفهوم معاونت راهبردی رئیس جمهور، تعیین تکلیف درباره راهبرد دولت جدید و از یک منظر فراتر از معاونت سیاسی است. ظریف غیر از سوء مدیریت در حوزه دیپلماسی و تحمیل خسارت‌های سنگین، چه تخصص و دانش دیگری دارد که بخواهد تعیین راهبرد دولت را به عهده بگیرد؟ شماری از امام جمعه های رژیم نیز درباره انتصابات پزشکیان هشدار دادند. رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکا که حامیش هست، اون باید مد نظر باشه. اون وقت چه بگم، بنده خدای بگم، کسی بگم ساده لوح، وقت میگن ما حرف دنیا رو در دیپلماسی ما بلدیم، ما حرف دنیا رو بهتر بلدیم، وقت بگیم که آمریکا، اروپا، شما بیایید اینو، بسی که واقعا هنوز هم فکر میکنن کت خدای دنیا اینا هستن، باید اونا بیان حل و فصل کنن، ناجی مطالب اونهاست، مجرم رو به جای حاکم جا بزنیم، بگیم این حکم بشه تا این دعوا رو حل کنه. آخه این ساده اندیشی نیست. وقت این افراد رو واقعا جا داره انسان توی مسائل راهبردی استراتژیک به کار بگیره؟ تأسف داره، جای تعجب. همین 15 مرداد ماه سال روز انفجار بمب اتمی آمریکا در هیروشیماست. اون وقت کسی ساده لوحی کنه بگه نه آقا اینا خوبن، یه نیروی زیر دستشون خوب عمل نکرده، اینا باید بیان تازه جلوی فاجعه رو بگیرن و قبول بکنه که مثلا فلانی ها اصلا دخیل نبودن، اینا ساده اندیشیه و ما تأسف میخوریم. آقا فرمودن در اون توصیه های هفتگانه از دو قطبی سازی و جناح بندی باید پرهیز بشود، به خصوص در این زمان و در این دوره و الانی که این اتفاقاتی که در منطقه در حال شکلگیری است و آبستن حوادث بسیار مهمی است، دو قطبی سازی که جناح بندی اصولگراه یا اصلاح طلب و مانند اینها به صلاح نیست. آقای رئیسیان، مطلب آقای پزشکیان، مطلب دومی که فرمودن و در مراسم تنفیذ و تحلیف به این اشاره کردن، فرمودن دولت ما دولت وفاق ملیه. دولت وفاق ملی لوازمی داره. دولت وفاق ملی لوازمش این است که خود رئیس دولت، وزرا و مسئولین دولتی اعتقاد به وفاق ملی داشته باشه. اگر وزرای انتخاب بشه بر اساس اون آرمانها و مشخصه هایی که مقام معظم رهبری فرمودن نباشه، خود این دولت موفق نخواهد شد.